علی المعید رئیس شورای ارتباطات و اطلاع رسانی طی اظهاراتی از آمار دقیق تعداد خبرنگاران و شبکه های خبری حاضر در مراسم نیمه شعبان پرده برداشت وی در ادامه افزود برای پوشش مراسم زیارت نیمه شعبان ده خودروی پخش برنامه زنده 6 دستگاه پخش زنده 5.1 و یک رسانه 119 روزنامه نگار 102 دوربین فیلم برداری و خبرنگاری 91 روزنامه نگار محلی 28 روزنامه نگار خارجی 27 خبرگزاری و 68 شبکه خبری و تلویزیونی در محل حضور یافته بودند مینهای داعش چهارده شکارچی ترافل نوعی قارچ که در بیابانها یافته می شود را در صحرای رقه در سوریه کشت خبرگزاری رسمی سوریه سانا گزارش داده است که بر اثر انفجار مین برجای مانده از سوی گروهک های سنی تندروی داعش انگام جمعوری ترافل در صحرای رقه 14 شهروند کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. شاین ذکر است دیدبان حقوق بشر سوریه پیشتر گزارش داده بود که انفجار مین باعث کشته شدن 13 غیر نظامی از جمله زنانی شده است که در جستجوی ترافل بودند. گفتنی است صحرای سوریه به دلیل تولید برخی از بهترین و با کیفیت ترین ترافل ها در جهان مشهور است که از قیمت بالایی نیز برخوردار می باشد. تولیت آستان مقدس مسجد سهله در شهر کوفه روز گذشته یک شنبه 25 فوریه 2024 میلادی 27 مین مراسم جشنواره فرهنگی بقیت الله را آغاز کرد. در همین راستا خبرنگار خبرگزاری اخبار شیعه در شهر نجف اشرف اعلام کرد که این جشنواره همزمان با ایام ولادت با سعادت منجی عالم بشریت حضرت ولی عصر امام زمان عجل الله تعالی فرج و شریف و با حضور پرشور آشغان آن حضرت آغاز بکار کرد. به گفته خبرنگار اخبار شیعه این مراسم با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز شد و سپس ابیات شعری در مورد امام زمان عجل الله تعالی فرجا شریف قرائت شد در حاشیه این جشنواره 1190 شم به تعداد سال تولد آن حضرت در مسجد سهل روشن شد که با این شمها عبارت السلام علیک یا قائم آل محمد نوشته شد خبری از قاره آفریقا سازمان های مردم نهاد در سودان زنگ خطر قحطی مرگبار را در کوردوفان جنوبی پس از محاصره بیش از ده ماه این منطقه به صدا در آوردن گفتنیست با گسترش جنگ وضعیت بشر دوستانه در ایالتهای کوردوفان و دارفور بدتر شده است عادل عبدالباقی رئیس سازمان های مردم نهاد در سودان از طرف های درگیر کمیته بشر سودان و سازمان های منطقهی و بین المللی خواست تا برای مقابله با بحران انسانی در کردفان و دارفور فوراً با طرف های درگیر صحبت کرده و این مشکل را حل کنند. وی همچنین خواستار باز کردن راهروهای امن برای رساندن کمک های بشر دوستانه به شهروندان بیدفاع در این منطقه شد شن ذکر ایالت کردوفان جنوبی شاهد محاصره سیستماتیک نیروهای مسلح پشتیبانی سریع و جنبش آزادی بخش مردم سودان است که همین امر به وخامت اوضاع انسانی در این منطقه دامن زده است همزمان با سال روز ولادت با سعادت منجی عالم بشریت حضرت ولی عصر الله تالا فرجا شریف آستان مقدس امامین اسکریین سومین جشنواره بین المللی خاتم را برگزار کرد این جشنواره که به مدت سه روز از دوازده تا چهاردهم شعبان المعظم در شهر مقدس سامر را برگزار شد امسال با شعار نور تابان آسمان در سرزمین سامر را برگزار گردید به گفته مسئولان برگزار کننده این جشنواره برنامه هایی همچون محفل قرآن کریم، مراسم شب شعر، نمایشگاه عکس، مراسم سرودهای دینی و نیز نمایشگاه خط عربی با حضور 26 خطات از 12 کشور در این جشنواره اجرا گردید این جشنواره در حرم مطهر امامین عسکریین علیهما السلام برگزار گردید و صدها تن از روحانیون فعالان کارشناسان مبلغان دینی از داخل و خارج عراق و شخصیت‌های محلی و ملی حضور داشتند مسجد جامع الجزایر سومین مسجد بزرگ جهان بعد از مسجد الحرام و مسجد النبی از نظر وسعت و معماری است و بزرگترین مسجد قاره آفریقا به شمار می آید. موقعیت بزرگترین مسجد جامع الجزایر نزدیک دریا در منطقه محمدیه واقع در منطقه شرقی پایتخت الجزایر است. این مسجد همچنین دارای کتابخانه ای است که می تواند تا یک میلیون جلد کتاب را در خود جای دهد البته لازم به ذکر است که افتتاح این مسجد به دست رئیس جمهوری الجزایر یک مراسم تشریفاتی بود زیرا تقریبا پنج سال است که دربهای این مسجد به روی گردشگران بین المللی و بازدید کنندگان دولتی از الجزایر باز بوده است و یک خبر علمی محققان میگویند در قهر آبهای دریای بالتیک بقایای دیواری سنگی متعلق به عصر حجر را کشف کردند که احتمالا قدیمی ترین ساخته شده به دست انسان در قاره اروپا است. این دیوار که در حدود ده کیلومتری سواحل آلمان واقع شده است تقریبا یک کیلومتر در خلیج مکلنبورگ امتداد دارد و به نظر می رسد زمانی در کنار یک دریاچه داشته است. این دیوار که بلینکروال نام گرفته زمانی به طور تصادفی کشف شد که دانشمندان سوار بر یک کشتی تحقیقاتی در حال بررسی منطقه با سیستم فاصله یا به صوتی زیر آبی موسوم به سونار بودند. بررسی دقیق این ابرساز نشان می دهد که دیوار از 1400 سنگ کوچک و 300 تخت سنگ بزرگ تشکیل شده است. محققان می بسیاری از سنگ ها به حدی وز دارند که جابجایی آنها برای انسان ها دشوار بوده است. هرچند حدس درباره هدف احتمالی احداث این دیوار دشوار است با این وجود دانشمندان گمان می کنند این دیوار برای شکارچیان جهت تعقیب گله های گوزن شمالی ساخته شده است و خبر آخر وزارت امور دینی اندونزی در حال برنامه ریزی برای اختصاص بودجه احیای 2000 مسجد تحت برنامه مساجد دوستانه دو 2024 برای توسعه عبادتگاه های فراگیر است. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه به نقل از تمپو وزارت امور دینی اندونزی در حال برنامه ریزی برای اختصاص بودجه احیای 2000 مسجد تحت برنامه مساجد دوستانه 2024 برای توسعه عبادتگاه های فراگیر است. عدیب مدیر امور مذاهب اسلامی وزارت امور دینی اندونزی در بیانیه‌ای در این باره گفت ما قبلا بودجه هزینه کمک برای مرحله اول پروژه مساجد دوستانه 2024 را در ماه ژانویه پرداخت کردیم. مدیر امور مذاهب اسلامی وزارت امور دینی اندونزی همچنین گفت انتظار میرود این برنامه به ساخت مساجد بیشتری که اکوسیستم های دوستانه تری داشته باشند و بتوانند افراد جامعه را توانمند کنند کمک کند. عدیب همچنین تأکید کرد که وزارت امور دینی اندونزی همچنین در تلاش است تا کیفیت خدمات اسلامی را ارائه شده ببخشید تا کیفیت خدمات اسلامی ارائه شده در دفاتر امور دینی را در سال 2024 میلادی افزایش دهد.